امیر حسین فشنکی و جواد کاظمیان که در بازی هفته گذشته مقابل ملوان از ابتدا در ترکیب قرار داشتن به همراه مهدی مهدوی کیایی که هفته گذشته یک ضربه پنالتی رو از دست داد روی نیمکت سرخپوشان، هم از نکته و نکات جالب توجه این بازی هست که قاعدتا در ادامه بازی تغییراتی در ترکیب هر دو تیم به وجود خواهد اومد. داور در آقای یدالله جهانبازی هست، علیرضا کهوری و آقای توری ایشون در امر قضاوت یاری میکنن. یه برخورد ببینیم تصمیم چیست، نقطه پنالتی رو داور نشون میده و حالا شور طوفانی بازیکنای پرسپولیس نتیجه میده و اثر بخش است. آقای سجاد توری توی این صحنه روی اشتباه هادی شکوری و این لحظه که تک به تک با هم دیگه در سومین دقیقه بازی. هفته گذشته مهدوی کیا به عنوان کاپیتان نتونست ناجی سرخپوشان بشه، این بار در همین لحظه ابتدایی آیا علی کریمی میتونه شادی رو به نزد هواداره سرخپوش بیاره یا نه؟ و توپ درون دروازه قرار میگیره. وحید طالب رو خوب مسیر توپ رو تشخیص داد اما توپ از زیر دستاش به درون دروازه رفت و نتیجه 1-0 میشه. اعتراض وحید طالب رو همچنان ادامه داره. معمارزاده بازی رو به گردش در خواهد آورد. شیری 12th دقیقه مسابقه، پیروزی 1-0، فرصت برای گل دوم و گل دوم توی دروازه. غلام رضا رضایی روز خوبی رو داره پشت سر میگذاره، یه پنالتی گرفت و توی این حرکت سریع با یک ضربه هوشیارانه وحید طالب رو مغلوب کرد. پرسپولیس 2-0. بازی خوبی رو دید تا اینجای کار و این هوادارهایی که حالا دیگه لیدری رو نمیبینن و کانون مشوقین به اونها یاری میرسونن در انجام حرکت‌های مطلوب با هم مرور میکنیم. اشتباه در قلب دفاع غلامرضا رضایی و این ضربه بغل پای فنی او آروم آروم در دروازه قرار گرفت. اشتباه در ساختار دفاعی شاهین بوشهر در این صحنه کاملا مشهود است. 4 مدافع 1 دروازه‌بان مقابل غلامرضا رضایی مغلوب میشند. تا اینجا کار عملکرد مصطفی دنیزی توی این بازی مورد توجه هواداره پرسپولیس هم واقع شده. همکارم در حرکت آهسته از زوایای مختلف این گل رو نوری پشت توپ در منطقه مناسب بادمکی هم هست. هر دو تیم بازی خوبی رو ارائه کردن و سرخپوشان بودن تا اینجا کار. 2 بار دروازه شاهین بوشهر رو باز کردن. نوری ضربه‌اش رو میزنه، خوبم میزنه و گل تماشایی محمد نوری یه گل عالی رو به ثمر میرسونه و واقعا کار کرده بود توی این صحنه. مصطفی دنیزلی با نگاهی مغرورانه از این نتیجه تا اینجای کار، مدت ها بود که همچین تجربه ای رو نداشتن و یادشون رفته بود که تو دقیقه 20 به تیمی 3 گل بزنن. این اتفاق در بازی با شاهین بوشهر داره رخ میده. از این نما میبینیم واقعا عالی زد. پرسپولیس 3-0. حالا شیرازه تیم شاهین بوشهر یه جورایی به هم میرزه و فیروز کریمی باید تدبیری رو اتخاذ بکنه تا تیمش به بازی برگرده. زیبایی گل محمد نوری در حرکت آهسته از زوایای مختلف به تصویر کشیده میشه. کم تعدادر بودن بازیکنان پرسپولیس اما تونستن موقعیت خوبی رو خلق بکنند. خطا به سود شاهین. شکست شاهین هم در این بازی با توجه به پیروزی شهرداری تبریز کار رو برای شاهینی ها سخت خواهد کرد. یه لحظه غافل شدن توپ در دروازه قرار گرفت، خود بازیکن هم در داخل زمین مات و متحیر. در حرکت آهسته خواهیم دید چه اتفاقی افتاد اونجا. هنوز باور نکرده معمارزاده که دروازهش باز شده. توپ از این لحظه رو دروازه فرستاده شد خیلی راحت.
تنهایی به این راحتی دروازه رو باز کرد و حالا اختلاف به 2 گل میرسه. پاس برای نظرزاده، شکوهی، حفظ توپ شاهینی ها، علیرضا محمد، یه ضربه سر، یه لحظه اشتباه از هادی شکوری، فرصت برای رضایی که میتونه پاس بده اونجا و کار یک ساره بشه توی دروازه، توی دروازه. یه پاس عالی مهداد اولادی، یه اشتباه مسلم هادی شکوری. حالا این گل از چند جهت اهمیت پیدا میکنه، میره در آغوش مصطفی دنیزلی، هم شادیش رو تقسیم میکنه. تهاجمی مصطفی دنیزلی حتی با یک بازیکن کمتر هم کاملا مشهود هست. نگاه مات و متحیر فیروز کریمی که شاید با توجه به این اشتباه حالا هادی شکوری رو از زمین بیرون بیاره. این کارها رو زیاد انجام میده فیروز کریمی. پاس عالی غلامرضا رضایی. این کنترل خوب، یه پنالتی گرفت، یه گل زد، یه گل ساخت. همکارانم در تمام صحنه تصاویر رو با هوشیاری به ثبت میرسونن و در این گونه حرکت‌های سه، حتی در صحنه‌هایی که داورم یادش میره، ما رو متوجه میکنن که چه اتفاقاتی در این بازی رخ داده.